سلام دوستان، با یه برنامه دیگه از حاشیه با شما هستم. در این قسمت به بیوگرافی جذاب رضا رویگری میپردازیم، پس تا پایان ویدیو همراه ما باشید. رضا رویگری از بازیگران شناخته شده و با سابقه کشورمان بوده که سالهای زیادی در عرصه بازیگری فعالیت دارد و توانسته عمل کرده قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد. او علاوه بر بازیگری در خوانندگی نیز دستی در کار داشت و سالهای دور در خوانندگی نیز فعالیت داشت که مهمترین اثر او آهنگ انقلابی ایران برای ایام دهه فجر بود. رضا رویگری در چند سال گذشته به دلیل کسالت حاصل از کهولت سن و همچنین چندین سکته مغزی وضعیت جسمانی بسیار بدی را دارد که همسر جوانش از او مراقبت می کند. رضا رویگری بازیگر، خواننده و نقاش ایرانی در 6 دی ماه 1325 در تهران به دنیا آمده است. به گفته رویگری بین طلاق همسر اولش و ازدواج با دختر جوانی که فاصله سنی 44 ساله دارد فقط چند ماه فاصله داشته است. وی گفت چند ماه بعد از طلاق زن اولم با تارا کریمی ازدواج کردم و تنهایی من به سال نرسید، اما 2 سال به دلیل اختلاف شدید با هم جدا زندگی می کردیم. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوهای ما جا نمونید. رضا رویگری درباره نحوه آشنایی با همسر دومش گفت که برای یک سفر کاری به شیراز رفتم و تارا دوست مشترک من و یکی از آشنایان بود که به استقبالم به فرودگاه آمده بود که در همانجا به من گفت چقدر خوشتیپ هستید آقای رویگری. البته تا به حال مرا ندیده بود و نمیدانست بازیگرم. چون از 16 سالگی به مالزی برای ادامه تحصیل رفته بود و بازیگران ایرانی را نمی‌شناخت. با همان یک حرف عشق در من زنده شد و عاشقش شدم. حالا هم بدون وی نمی‌توانم زندگی کنم. البته من به ایشان گفتم با من آینده‌ای ندارد و مناسب هم نیستیم، اما تارا قبول کرد. البته خانواده و پدرشان نیز به دلیل اینکه مرا دوست داشتن مخالفتی نکردند. تارا یک همسر نمونه است و به خاطر وضع جسمانی و سکته من درسش را رها کرد تا از من نگهداری کنند. وی پس از بازگشت از آمریکا به مدت 4 سال ممنوع کار شد و علتش زیرآبزنی رفیقش و دروغهایی بود که بر سر زبانها انداخته و گفته بود که رویگری در آمریکا کوکائین مصرف کرده و پناهنده شده است. که در دهه 70 ممنوع کار شدم. بعد از مختار نیز به دلیل نامعلومی ممنوع کار شدم و خودشان نیز خارجم کردم بدون اینکه علتش را بدانم. زمانی که رویگری سکته کرد، شایعه‌هایی مبنی بر اعتیادش به مواد مخدر و مشروبات الکلی در رسانه‌ها منتشر شد که باعث آزار و رنجش این بازیگر بزرگ شد و وی اعلام کرد که من حتی سیگار نمی‌کشم و اصلاً اهل مشروب نیستم. در اولین روزهای پیروزی انقلاب ترانه ایران ایران بسیار گل کرد و رویگری خواننده آن بود. وی گفت به هر کس میگفتند این قطعه موسیقی را بخوان نمیخواند و اما من ایران ایران را خواندم و ماندگار شد. پدرم خیلی به من افتخار کرد زمانی که این آهنگ را خواندم، چون قبلا میگفت نباید سراغ مطربی بروی. چندی پیش خبر فوت رضا رویگری بازیگر محبوب کشورمان در رسانه ها منتشر شد که او در واکنش به این خبر گفت خبر درگذشت من کذب است و زنده هستم. من تا حلوای همه رو نخورم نمیمیرم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره. مرسی که تا پایین ویدیو همراه ما بودید.